درود بر شما به کیوس که خوش آمدید در این بسته خبری تحلیلی با درز اطلاعاتی مهم از هسته اطلاعاتی رژیم با شما هستیم آماده باش و استقرار گسترده نیروهای نظامی در شهرها دیکتاتور از وحشت قالب تویی کرده دعوت می کنم در ادامه بیننده مشروع این خبر تحلیلی باشید در این لحظات تاریخی بگذارید همه با هم به ایران فکر کنیم آماده باش و استقرار گسترده نیروهای نظامی در شهرها دیکتاتور از وحشت قاله توی کرده یک منبع آگاه در وزارت اطلاعات که نخواست نامش فاش شود به رسانه خبری تحلیلی ایران امروز گفته است خزانه کشور خالی و رژیم در پرداخت حقوق ارتشی ها و نظامی های کشور درمانده شده و به دلیل اینکه با نزدیک شدن به سالگرد کشته شدن محسا و زنگ خطر آغاز دوباره قیام های مردمی حکومت به شدت تحت فشار است. در اتاق فکر رژیم نقشه های شومی تحریزی شده است تا با منحرف کردن افکار عمومی از فراخان های اعتراضی در شهری بر ما فرصت را برای افزایش کم هزینه قیمت بنزین و جبران کسری منابع مالی برای تأمین معیشت نیروهای نظامی و سرکوبگران خود فراهم کند. این اقدامات ترخیزی شده از حمله مسلحانه به اماکن مذهبی و کشت سازی و اقدامات به ظاهر تروریستی تا افشاگری های متعدد از فساد اخلاقی مقامات تا بگیر و بمند مرتبط با لایه افاف و هجاب در نظر گرفته شده است. چهل روز مانده به سالگرد کشته شدن محسا امینی در بازداشت گشت ارشاد اتاق فکر رژیم جمهوری اسلامی بار دیگر با ترتیب دادن جنایتی خونین در شیراز به دنبال انحراف افکار عمومی و برنامه ریزی برای چهلوم همزمان کشته شدگان این ترور که شهید نامیده می شوند با سالگرد قتل حکومتی محسا نیست. این مقام آگاه در وزارت اطلاعات که نخواست نامش فاش شود، افسود بحران دیگری که رژیم با آن مواجه است، تکشیدن ذخایر استراتژیک بنزین است که باز هم در این صورت حکومت ناچار به افزایش قیمت بنزین است. اما به دلیل حراس از شعله شدن دوباره خیابانها از حمله به شاهچراغ به عنوان پیش زمینه نظامی کردن بیشتر خیابانها برای سرکوب بیشتر استفاده کرده است اما آنچه مسلم است این است که جمهوری اسلامی در صدد گران کردن بنزین است چرا که چهار روز دیگر ذخایر بنزین ته می کشد. این منبع اطلاعاتی افسوده است به دستور فرمانده کل قوا علی خامنه ای کلیه نیروهای مسلح و ستادی در سپاه و ناجا در سراسر کشور از امروز تا پایان شهری بر ماه در حالت آماده باش کامل قرار گرفتند و کلیه مرخصی ها تیه این مدت ملغا خواهد بود. با توجه به گزارش این منبع آگاه به نظر میرسد تنها دلیل افزایش نیافتن قیمت بنزین تا کنون خیزش سراسری سال گذشته بوده و در صورت شکل نگرفتن اعتراس های سراسری در شهری و مهر پیش رو خیال حکومت بابت گرانی بنزین آسوده می شود. بسیاری از فعالان سیاسی در فضای مجازی و خبرگزاری ها نیز اقدام تروریستی در شاه چراغ شیراز را تکرار سناریوی تروریستی حکومت در حرم شاهچراغ در سال گذشته و همزمان با چهلوم محسا امینی دانستند و آن را یک سناریوی نخنمای دیگر از رژیم برای انحراف افکار عمومی و فنر فشرده خشم انباشته ملت علیه حکومت تلقی کردند. رادیو گیلان هم با انتشار این پست تحلیل خود را از این حادثه تروریستی به اتاق فکر بیت خامنه ای ارائه داد و نوشت حادثه مثلا تروریستی در حرم شاه چراغ تا این لحظه یک کشته و پنج مجروح برجا گذاشت. تحلیل ما اینه. وقتی نیروی امنیتی یک کشور از یک عامل یا عاملین دو بار آن هم از یک نقطه رکب میخورد دو موضوع قابل تر هست. یک انحراف افکار عمومی توسط رژیم در گلگیر کرده از موضوعات اصلی جامعه مثل گرانی، اعتراضات، هرج و مرج و نارضایتی عمومی. دو بیلیاقتی و ناتوانی دستگاه های امنیتی الا جمهوری ننگین اسخالی در پیشگیری. تمام. شامگاه گذشته رسانه های جمهوری اسلامی از حمله افراد مسلح به حرم شاه شیراز خبر دادند. برخی شمار کشته شدگان را دو تن و برخی چهار تن اعلام کردند. رئیس کل دادگستری استان فارس از هشت زخمی سخن گفته است. رسانه های ایران میگویند در حمله افراد مسلح به حرم شاه شیراز دست کم دو نفر کشته و شماری زخمی شدند. با تکرار این عملیات تروریستی در شاهچراغ کاربران بسیاری در فضای مجازی آن را حرکتی مهندسی شده از سوی رژیم و علی خامنه ای دانستند و با انتشار تصاویر دلخراش قربانیان نوشتند میگویند حمله مجدد به شاهچراغ کار داعش است راست میگویند کار همان داعشی هایی است که بچه های مردم رو تو مدرسه مسموم میکردند تو مشروب سم میریختند جنگل ها و محیط زیست رو آتش میزنند همانها که زن و بچه این مردم رو تو خیابون به خاطر هجاب کتک میزنن همان داعشیانی که شبانه به خانه مردم حمله میکنن و از دیوار بالا میرن و دخترانی که زیر بار هجاب اجباری نرفته را داعشیوار دستگیر و دستبند میزنند تا با افتخار فیلم قدرت نمایی خود را در برابر این دخترکان منتشر کنند آری راست میگویند هر جنایت و ترور و پلشتی در ایران کار داعش ولایی است همزمان با ابراز نگرانی مقام های حکومتی از همزمانی سالگرد کشته شدن محسا امینی با آغاز سال تحصیلی جدید دانشگاه ها حسین سلامی فرمانده کل سپاه پاسداران هم از احتمال اوجگیری دوباره اعتراضات دانش آموزان ابراز نگرانی کرد و با نسبت دادن اعتراضات مردمی به دشمن گفت دشمن برای سال جدید تحصیلی برنامه دارد حسین سلامی یک شنبه 22 مرداد در دومین کنگره معلمان انقلاب اسلامی در اردوگاه باهنر تهران گفت دشمن برای سال جدید تحصیلی برنامه خواهد داشت و در این حوزه باید برنامه ریزی شود تا دانش آموزان ابزار دشمنان نشوند. فرمانده کل سپاه پاسداران در این سارات به ویژه از دسترسی دانش آموزان به فضای مجازی ابراز نگرانی کرد و مدعی شد دشمن تلاش می کند با سرگرم کردن دانش آموزان در فضای مجازی جایگزین های آشفت ساز برای ما بسازد. او در ادامه افزود که مدرسه فقط محلی برای آموزش دانش نیست و باید از آن برای شکل دادن به هویت فرهنگی و دینی نوجوانان استفاده شود و افزود که باید بین خانه مدرسه و مسجد همراستایی ایجاد شود و نباید عرضش های متفاوت در این مکانها باشد فرمانده کل سپاه همچنین به صورت تلویحی به مسئولان آموزش و پرورش و طیفی از معلمان که عضو بسیجند و در ردیف حامیان حکومت گفت که برای برخورد با دانش آموزان معترض از طریق فشار آوردن به خانواده های آنان اقدام کنند. ابراز نگرانی فرمانده کل سپاه پاسداران از اوجگیری اعتراضات دانش آموزان در سال تحصیلی جدید در حالی بیان می شود که بازگشایی مدارس در سال تحصیلی جدید با سالگرد کشته شدن محسا امینی حین بازداشت به دست گشت ارشاد همزمان شده است مقام های جمهوری اسلامی ایران در تمام چهار گذشته با تمرکز ویژه بر آموزش و پرورش در صدر تبلیغ و تحمیل ایدئولوژی مطلوب خود به دانش آموزان بودند اما با آغاز خیزش سراسری پس از کشته شدن محسا امینی با موج گسترده و فراگیر اعتراضات دانش آموزان مواجه شدند بخش عمده یه سال تحصیلی گذشته مدارس و نیز خیابانهای اطراف مدارس در شهرهای مختلف ایران شاهد اعتراضات دانش آموزان و به ویژه شعارهای آنها علیه نظام جمهوری اسلامی بود. در این میان دانش آموزان دختر با برداشتن هجاب اجباری و اعتراضات گسترده و شعارهای علیه نظام و مسئولان جمهوری اسلامی به نیروهای پیشتاز در خیزش سراسری مردم ایران تبدیل شدند. ابعاد اعتراضات دانش آموزان در جریان خیزش سراسری چنان گسترده بود که علی خامنه ای دوشنبه 11 همه مهر گذشته طی سخنانی در دانشگاه علوم انتظامی و تربیت پلیس امام حسن به سراحت دستور برخورد و تنبیه دانش آموزان و نوجوانان را صادر کرد. خامنه ای در این سخنرانی خطاب به نیروهای سرکوبگر گفت برخی جوانان و نوجوانانی هستند که بر اثر هیجان ناشی از ملاحظه یک برنامه اینترنتی به خیابان می آیند. چون این افرادی را می توان با یک تنبیه متوجه کرد که اشتباه می کنند. پس از این سخنان خامنه ای سرکوب دانش آموزان در داخل و خارج از مدارس شدت بیشتری گرفت و اغلب یورش های نیروهای امنیتی به مدارس در شهرهای مختلف و نیز کشته شدن دست کم یک دانش آموز و به کما رفتن یک دانش آموز دیگر در اردبیل پس از سخنان و دستور خامنه ای برای تنبیه نوجوانان و دانش آموزان رخ داد نیروهای سرکوبگر جمهوری اسلامی ایران در جریان یورش به مدارس بسیاری از دانش را هدف ضرب و جرح قرار دادند آنها در موارد متعددی به داخل مدرسه ها گاز شلیک شلی کردند و شمار گسترده ای از دانش آموزان به ویژه دانش آموزان دختر را بازداشت کردند. همچنین تعدادی از دانش آموزان در اثر ضرب و جرح و یورش نیروهای سرکوبگر جمهوری اسلامی در سال تحصیلی گذشته مصدوم و مجروح شدند. تعدادی از آنها به بیمارستان انتقال یافتند و چندین دانش آموز از جمله اسرا پناهی نوجوان اردبیلی در جریان این یورش ها کشته شدند. علی فدوی جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران نیز 13 مهر 1401 اعلام کرد که میانگین سنی بسیاری از بازداشت شدگان در اعتراضها 15 سال است. آذر گذشته نیز موج مسمومسازی دانش آموزان دختر و حمله شیمیایی به مدارس از قوم آغاز شد. در اواخر بهمن به بروجرد رسید و در اسفند 1401 به مدارس دختران در سراسر سر کشور گسترش یافت و تا هفته های پایانی سال تحصیلی ادامه داشت. همزمان با ابراز نگرانی فرمانده کل سپاه پاسداران از اوجگیری دوباره اعتراضات دانش در سالهای تحصیلی جدید، دستگاه های امنیتی جمهوری اسلامی ایران در چند روز گذشته شماری از دانش آموزان معترض بازداشت شده در سال گذشته را احضار یا تهدید کردند. سونیا شریفی دانش آموز اهل آبدانان در استان ایلام که در جریان خیزش سراسری سال گذشته بازداشت شده بود، 18 مرداد امسال نیز بار دیگر به دست نیروهای سرکوبگر روبوده شد و در بازداشت چند ساعته ای هدف بازجویی و شکنجه آنان قرار گرفت. با نزدیک شدن به بازگشایی دانشگاه ها، نیروهای حراست و کمیته های انضباطی و دستگاه های امنیتی بر شدت فشار و تهدید و احضار دانشجویان افزودند. همزمان یک مقام شهرداری تهران بر لزوم مجازی شدن آموزش دانشگاه ها در چند هفته اول سال تحصیلی آینده تاکید کرد و گفت که برای مجازی شدن دانشگاه ها تا دهم مهر مکاتباتی با مقام های آموزش عالی انجام شده است. همراهان عزیز از توجه و همراهی شما با این بخش خبری سپاس گذاریم. دعوت می کنم در ساعت آینده همچنان پیگیر بخش های بعدی خبر از کانال خبری کیوسک باشید. پاینده ایران